سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. جام‌ملت‌های آسیا، بحرین با برتری مقابل اردن راهی مرحله حذفی شد. در دور سوم بازی‌های مرحله گروهی این مسابقات امروز از گروه ای بحرین با یک گل اردن را شکست داد و با 6 امتیاز به عنوان تیم نخست راهی مرحله 1/8 پایانی شد. تک گل بحرین رو در این مسابقه عبدالله یوسف دقیقه 34 به ثمر رسوند. اردن هم با این باخت هرچند 4 امتیازی ماند، اما به عنوان یکی از 4 تیم سوم برتر گروه های ششگانه تونست به مرحله بعدی بره. Jordan caught short at the back as the front three of Bahrain combined to unlock the defense. Composure personifying the action of the day. Automatic qualification for the knockout. در دیگر بازی این گروه، کره جنوبی و مالزی در دیدار پرگل 3-3 مساوی شدند. جون وویون دقیقه 21، لی کانگ این 83 و سون مین در چهارمین دقیقه از وقت اضافه نیمه دوم از روی نقطه پنالتی گل‌های کره رو زدن و حالی دقیقه 51 عارف آیمان از روی نقطه پنالتی در دقیقه 61 و موراس در 15مین دقیقه از وقت اضافه نیمه دوم گل‌های مالزی رو به ثمر رسوندن. با این نتیجه کره جنوبی با 5 امتیاز به عنوان تیم دوم راهی مرحله 1/8 پایانی شد. Desperately need an equalizer and they found it. The Republic the lead in injury time. One last twist or turn. Ball comes inside. There's a shot and Malaysia have the equalizer. Can you believe? عربستان و تایلند هم به 1/8 رفتن. امشب از گروه F دو بازی برگزار شد که در یکی از اونها عربستان و تایلند به تساوی بدون گل برابر هم رضایت دادن. با این نتیجه عربستان با 7 امتیاز و به عنوان تیم نخست گروه راهی 1/8 پایانی شد و تایلند هم با 5 امتیاز به عنوان تیم دوم جواز حضور در مرحله بعد رو به دست آورد. در دیگر بازی این گروه هم عمان که در صورت پیروزی میتونست به مرحله بعد بره با حساب 1-1 مقابل قرقیزستان متوقف شد. الغازی در دقیقه 8 برای عمان و کجو در دقیقه 80 برای قرقیزها تو این بازی گل زدن. با این نتیجه عمان و قرقیزستان به ترتیب با 2 و 1 امتیاز تو این گروه سوم و چهارمن و از جام حذف شدن. به این ترتیب اندونزی که با 3 امتیاز در گروه دی سوم شده بود به عنوان چهارمین تیم سوم به مرحله بعد راه یافت. اما با پایان بازی‌های دور سوم گروه‌های ای و اف تکلیف جدول دیدارهای مرحله 1/8 پایانی هم روشن شد و بر این اساس یک شنبه 8 بهمن استرالیا با اندونزی و تاجیکستان با امارات، دوشنبه 9 بهمن عراق با اردن و قطر با فلسطین، سه‌شنبه 10 بهمن ازبکستان با تایلند و کره جنوبی با عربستان و چهارشنبه 11 بهمن بحرین با ژاپن و ایران با سوریه روبرو خواهد شد. پیروزی بالانشین‌ها در هفته 21 قهرمانی گیتی پسند در لیگ برتر فوتسال به تعویق افتاد. استاد اصفهان بود این در هفته 21 لیگ برتر فوتسال گیتی پسند در اصفهان 4-3 فولاد زرند را شکست داد. شاگردان کشاورز با این برد 61 امتیازی شدند و برای کسب عنوان قهرمانی در 5 بازی آینده فقط به 1 امتیاز نیاز دارند. بازی سختی بود. تیم فولاد زرند انصافا فداکارانه بازی میکردن، تو فاز دفاعی خیلی خوب عمل کردن. در تبریز مس 7-1 آنا صنعت رو شکست داد. شاگردان بیغم 47 امتیازی شدن و همچنان دوم جدول. گل هفتم مهدی جاوید میزنه. گوهر زمین سیرجان در خانه 3-2 فرشارای مشهد رو شکست داد و با 42 امتیاز در رتبه سوم جدول باقی موند. پالایش رفته بندرعباس با برد خانگی 5-4 مقابل سفیر 32 امتیازی شد و به رتبه 4 صعود کرد. و علی جوزری
ایرالکو در البرز 4-1 مقاومت رو شکست داد و با 19 امتیاز یک پله صعود کرد و در رده 11 ایستاد. شهرداری ساوه در خانه 7-2 حافظ مازندران رو برد. کار می‌کنم بازیکنانه. و بازی کراب با سنیچ 1-1 مساوی شد. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما. گل برای کراب آلوان. سپاهان در راه قطر. تیم سپاهان برای ادامه روند آماده‌سازیش پیش از شروع نیم فصل دوم لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا فردا عازم قطر میشه تا اردوی چند روزه رو در این کشور برپا کنه. سپانیا در این اردو قرار سه دیدار تدارکاتی برگزار کنند که بازی با الاهلی قطر یکی از این بازی هاست. توافق دو بازیکن خارجی با استقلال خوزستان. باشگاه استقلال خوزستان اعلام کرد که با دو مدافع آفریقایی به توافق رسیده و این دو بازیکن پس از تایید در تست‌های پزشکی با باشگاه قرارداد می‌بندند. استقلال خوزستان هویت و مدت قرارداد بازیکنان آفریقایی را اعلام نکرده. تساوی آلومینیوم و خیبر در دیدار تدارکاتی. تیم آلومینیوم عراق که خودشو مهیای حضور در نیم فصل دوم لیگ برتر میکنه در دیدار دوستانه برابر تیم لیگ یکی خیبر خرم‌آباد به تساوی 1-1 رسید. شاگردان مجتبی حسینی شنبه 13 بهمن در دومین بازی تدارکاتیشون در اصفهان برابر ذوب‌آهن قرار گرفت. و پرسپولیس راهی اردوی امارات شد. کاروان باشگاه پرسپولیس که هنوز وضعیت نیمکت مربیگریش مشخص نشده برای برپایی اردوی 10 روزه عازم امارات شد. سرخپوشان قراره در این مدت چند دیدار تدارکاتی رو برگزار کنه. از درگیری لرورد سانه با سرمربی اونیون برلین تا درخواست زندان برای بازیکن هلندی در بسته حاشیه‌های فوتبال جهان. در جریان رقابت بایرن مونیخ و یونیون برلین که با برد 1 گل مونیخیا همراه بود، لروی سانه با ننات بلیتسا سرمربی یونیون برلین درگیر شد که منجر به اخراج بلیتسا از کنار زمین شد. همه دیدن که توپ اومد تو محوطه نیمکت ما. من میخواستم توپو به سانه بدم که اون منو هول داد و خب درسته منم اونو هول دادم و دستم به صورتش خورد که باعث شد داور کارت قرمز بهم بده. دیشب فدریکو پاستولو واسطه انتقال مهدی طارمی به اینتر در دفتر این باشگاه دیده شده تا با مدیران ناراتسوری مذاکره کنه و آخرین جزئیات انتقال رایگان مهاجم تیم ملی ایران به اینتر تو تابستون 2024 رو حل و فصل کنه. فابریتسیو رومانو هم گفته اینتر با طارمی به توافق شفاهی رسیده اما هنوز پیش قراردادی بینشون امضا نشده. آنتونی مارسیال بازیکن فرانسوی منچستر یونایتد که عمل جراحی کشاله را پشت سر گذاشت، حدود 10 هفته دور از میادین و انتهای فصل از جمع شیاطین سرخ به صورت آزاد جدا میشه. با برد مغرب مقابل زامبیا تو جام ملت‌های آفریقا، میزبان مسابقات یعنی ساحل آج با خوششانسی به دور بعدی جام صعود کرد. حالا جالبه که لوئیس کاست سرمربی ساحل آج از سمتش اخراج شده. جمال بلمازی سرمربی تیم الجزایر هم پس از حذف از جام از این تیم کنار گذاشته شد. با استعفای تام سنت فیت از گامبیا و اخراج کریس هیوتن از غنا در 24 ساعت گذشته 4 سرمربی کارشون از دست دادن. دادستان عمومی هلند واسه کوینسی پرومس به اتهام همدستی در واردات گسترده کوکائین 9 سال زندان درخواست کرده. کوینسی که الان بازیکن اسپارتاک در روسیه است 47 بازی ملی برای تیم ملی هلند داره و سابقه بازی تو آژاکس و سویا. محمد مشت، خبرگزاری صدا و سیما. خیلی متشکرم از همراهیتون با این برنامه. امشب در مورد مسائل مختلفی صحبت کردیم، از تیم ملی گرفته تا حالا بحث کل فوتبال آسیا و مسائلی که قطعا میتونه کمک کنه به ملی پوشامون. خدا نگهدارتون باشه.